خب هر جا که تو باشی اثر غم نبود، آنجا که نباشی دل خرم نبود. عرض ادب دارم، احترام خدمت شما همیانانم، بینندگان تلویزیون ایران فردا. امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، از او سیمانه ممنونم. نگاه میکردم به تلویزیون RTL، همینطور به نشریه فوکوس که گزارشی چاپ کرده از دیدار با یک جهادیست اروپایی، یعنی این شهروندان اروپایی که به عراق و سوریه میرند و در رکاب داعش شمشیر میزنند. جالبه، گفتگوی صورت گرفته با کریستینا اماد که یک هوادار داعشه، طرفدار خلافت عثمانی، خلافت اسلامی، که او رو همین چند مدتی پیش سال 2011 در لندن میگیرن به اتهام داشتن وسایل تولید بمب. یعنی این رو پلیس در چمدانش کشف میکنه، او دادگاهی در لندن او رو محکوم میکنه به زندان. این مدت در زندان میاد بیرون با گذرنامه اروپایی آلمانی، بعد میره و امروز در خدمت داعش. تاکید میکنه، این خیلی مهمه، تاکید میکنه که ما قطعا اروپا رو فتح میکنیم، ما قطعا اروپا رو فتح میکنیم. بعد میپرسه ازش که خب تصمیم دارید چه کار بکنید، با مسیحیان چه میکنید، با یهودی ها چه میکنید. میگه هر کس ما رو تایید بکنه، به رسمیت بشناسه، میتونه زیر سایه حکومت ما به زندگی ادامه بده. اگر بخواد اسلام رو بپذیره، خب قدمش روی چشم. اگر نپذیرفت اون وقت باید جزیه بده. اگر یهودی باشه یا مسیحی، در غیر این صورت، اگر ما رو به رسمیت نشناسه که حتما میکشیمش. ولی تاکید میکنه که قطعیت داره فتح اروپا. خب و این مجموعه اتفاقاتی که افتاده، با کی صحبت میکنه؟ شخصیت صاحب نظر، اهل فرهنگ، از اهالی ادب و شعر ایران، آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز، که درود میفرستم به او. درود بر شما آقای نوریالا. سلام عرض میکنم آقای میبودی، امیر عزیز و بینندگان گرامی برنامه‌تون. خب تشکر. خب سوالم از شما این که اگه در پاریس بودید و در اروپا، در این راهپیمایی بزرگ و عظیمی که رهبران 40 کشور درش حضور داشتن، حاضر میشدید؟ البته، چرا نه. به هر حال مسئله آزادی بیانه، که به هر حال مسئله همیشگی ما نویسنده های ایرانی بوده دیگه. من یادمه که در سال 1147 وقتی که قرار بود که کانون نویسندگان تشکیل بشه، خب یه اساسنامه نوشتیم که بریم در اداره ثبت شرکت ها ثبتش بکنیم. بعد زنده یاد محمود اعتمادزاده بهازین گفتش که آقا این اساسنامه حرفا که کاری برای ما انجام نمیده، ما باید یه مرامنامه داشته باشیم. و بعد خودش اون مرامنامه رو نوشت و درش یک جمله‌ای رو گنجوند که هنوز هم بعد از این 46-47 سالی که گذشته از اون ماجرا، در واقع شعار اصلی کانون نویسندگان ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور هست. و اون شعار این بود که ما خواهان آزادی بیان بی حد و حصر هستیم. خب آدمی که در زندگی ادبی، سیاسی، اجتماعی خودش با این شعار بزرگ شده باشه، خود به خود نمیتونه در ماجرای حمله تروریست ها به یه نویسنده و کاریکاتوریست بی تفاوت تو خونش بشینه. حتما بنده در اون شرکت کردی. دیدم که بحثی در گرفته بین جامعه روشنفکری بعد از اظهار نظر وکیل نشریه شارلی ابدو درباره خط مشی نشریه، که بله این نشریه مجددا چاپ میشه، که چاپ شده هم همگنان دیدید که چه استقبالی هم از صورت گرفت. و بعد قرار بود از 3 میلیون و بعد تصمیم گرفتن که شمارگان رو ببرن به 5 میلیون. در هم ساعت اول هم 700 هزار نسخه فروش رفت. چه صفهای طولانی در برابر پیشخوان روزنامه فروش ها ایجاد شده بود برای خرید این نشریه. این نشریه رو در واقع خود تندروها تبدیل به یک رسانه جهانی کرده. امروز از شهرت فوق‌العاده‌ای برخورداره. جالب اینی که مطالبش هم به زبان ترکی و انگلیسی و عربی هم منتشر میشه. از همین مهمتر این که در ترکی هم نشریاتی که در اون مملکت انتشار پیدا میکنن، اون هم زیر سایه حکومت اسلامی آقای اردوغان، این
کاریکاتور رو چاپ کردن، کاریکاتور پیامبر اسلام رو. بحثی در گرفته بر سر این که این نشریه به کفرگویی ادامه میده، خط مشش کفرگویی است. خب کاری هم نداره که در واقع کدام مذهب رو حق خودش میدونه که مقدسات مذاهب مختلف رو در برابر علامات سوال قرار بده. برخی این رو حمله بر توهین کردن که توهین آزاده. نه آقا، توهین یه مقوله است، کفرگویی مقوله دیگری. مثلا کسی که میگه خدا نیست، اون رو برخی عناصر مسلمان در جمله کفار قلمداد میکنن. یا اگر کسی مثلا قرآن رو به عنوان یک کتاب زمینی به حساب بیاره، نه یک کتاب آسمان، این در جمله کفرگویی است. تو این مقوله دیگری است. میخوام ببینم که آقای نوریالا نظرتون جمعا در این باره چیه؟ واقعا مثلا یه نشریه با حق داشته باشه بتونه کفرگویی بکنه؟ چون پاره معتقدن نه، هیچ کس حق نداره مقدسات دیگران رو مورد توهین و تخفیف و تحقیر قرار بده. برخی نه، معتقدن انسان آزاده حتی کفرگویی کنه. شما چی میگی؟ ببینید، مسئله در این است که ما دو تا موضوع رو بعد از هم جدا کنیم. یکی این که آیا ما معتقدیم که آزادی بیان بدون حد و حصر باید باشه؟ بعد یکی این که خودمون چه روشی رو برای بیان خودمون انتخاب میکنیم. من هیچ وقت فکر نکردم که از طریق عرض کنم که اهانت و توهین به مقدسات مردم کاری میشه از پیش برد. من معتقدم که کار حتی اگر که مخالف دین و مذهب مردم هم باشیم، یا دهری باشیم، یا عرض کنم که کفرگو هم باشیم، باید اگر قصد نفوذ در جامعه و بردن فکرمون به داخل جامعه داریم، باید روش هایی رو انتخاب بکنیم که عرض کنم که امکان تحملشون برای مردم باشه. در نتیجه من به شخصه در کار خودم، حالا هم که به حال دارم کار سیاسی میکنم و در این جنبش سکولار دموکراسی هستم، سخنگوی این جنبش هم هستم، ما اعتقادمون بر اینه که ما نمی کنیم این کارو. ما فقط خواهان آزادی بی حد و حصر بیان همه نویسندگان و گویندگان و هنرمندان هستیم. اما اونجایی که انتخاب روش خودمون مطرح می شود، عرض کنم که ما این روش رو انتخاب نمی کنیم. یعنی من اگر که فرانسه می دونستم، در فرانسه بودم، مشهورم بودم، نمی رفتم با این نشریه همکاری کنم. این است که به نظر من این دو مقوله متضاد هم نیستن، میتونن کاملا با هم جمع بشن. من فکر میکنم که نویسندگان شالی ابدو کاملا باید حق میداشتن که کفرگویی خودشون رو، حتی اهانت و به نظر من تندی نسبت به مقدسات رو ادامه میدادن. اساسا من فکر میکنم که اگر که مقوله مقدسات مطرح بشه، یعنی ما بلافاصله وسائل سانسور و تهدید آزادی گویندگان رو فراهم کردیم. چون اصولا مرز تقدس مرزیه که هر کی از اون رد بشه بره اونور، عرض کنم که شایسته تنبیه و توبیخ و حتی کشتار میشه دیگه. شما نگاه بکنید که مثلا اگر که مذهب رو بگیریم، در مقدسات مذهب اگر مورد تردید یا نفی قرار بگیره، به طرف میگن مرتد، رد کرده است، عرض کنم که اون مقدسات رو، و مثلا در همین دین اسلام شایسته کشتن میشه. حتی این قضیه حتی در مقدسات زمینی هم مطرحه. یعنی شما در ایدئولوژی ها هم میبینید که یک سری ارزش ها به اصطلاح خودشون رو مطرح میکنن و این ارزش ها رو عرض کنم که مقدس اعلام میکنن و عبور نمیذارن کسی بده به طرف نفی اونها، و اگر کسی هم اقدام بکنه نسبت به پرسش از اونها، شک به اونها یا نقد به اونها، بلافاصله یک مهر عرض کنم که تجدید نظر طلبی بهش میزنند و او هم باز مستوجب عقوبت میشه. در نتیجه من این دوتا رو با همدیگه اینجوری پیش خودم حل کردم که من به عنوان یک آدم معتقد به آزادی بی حد و حصر
بیان هستم، اما به عنوان یک نویسنده و فعال سعی میکنم که اونگونه ننویسم و نگویم که موجب آزار اهل اعتقادات مختلف باشه. من دنبال برقراری یک حکومت سکولار دموکرات در ایران هستم و تعریف حکومت سکولار دموکراتم آن است که زیر چترش صاحبان همه عقاید مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی بتونن به آزادی عرض کنن بیان افکار خودشون رو بکنن. دوستون ریالا، الان برخی از سردگران معتقدن که اون چیزی که در پاریس اتفاق افتاد باعث گسترش و توسعه این جنبش های ناسیونالیستی در خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی شد. واقعا هم همینه. نگاه کنید به پگیدا، یعنی گروه میهن‌پرستان اروپایی که درستن رو در شرق آلمان تختگاه و پایتخت خودشون قرار دادند و هر دوشنبه اونجا گرد هم جمع میشن. بار اول 15 تا بودند و بعد 13,000 و حالا رسیدن به 25,000 و 40,000 نفر. این رقم خیلی زیاده. تظاهرات یه خانم مرکل و صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور آلمان و مجموعه شخصیت ها و چهره‌های سرشناس برگزار کردن در برلین. 6,000 نفر در شرکت کردن، در حالی که به فراخوان پگیدا خودشون میگن 40,000 نفر، پلیس میگه 25,000 نفر. 25,000 نفر در یک شهر خیلی کوچک، خیلی کوچک به نسبت شهرهای بزرگ اروپا. خب این گسترش موج ناسیونالیستی یا گرایش به راست قطعی است. فرانسه نمونش. خانم لوپن کارش به جایی رسته که دیگه ادعای حکومت بر الیزه رو داری. میخوام ببینم که به نظر شما با چه کار کرد. ما الان چند تا گروه داریم. گروهی از روشنفکرانی هستن که معتقدن اصلا ریشه اسلام رو باید درآورد. میگه خب آقا باید چیکار کرد؟ یعنی باید این یه میلیون و یه میلیارد اندی رو همه رو اعدام کرد و از بین برد. بعد هم تکلیف به اصطلاح مسلمان های سکولار چیه؟ آدم معتقدی هستن، مؤمن هستن به دین و آیین خودشون، ولی همه چیز در حوزه دل و در حوزه و مذهب رو امر شخصی قلمداد میکنن، حاضرن نیستن تفتیش عقیده بکنن و خیلی هم به سکولاریسم احترام میگذارن. خب تکلیف اینا چی میشه؟ اینا هم که قربانی میشن. آقای عبدالفتاح السیسی رهبر مصر خب یه نطقی کرد که متاسفانه انعکاسی در کشورهای غربی نداشت، ولی نطق بقیه به اصطلاح شخصیت‌های غربی خیلی با سر و صدا و هیاهو همراه بود و بیشتر نطق او تحت شعاع قرار گرفت. به نظرم او با توجه به اینکه در کشور اسلامی هم زندگی میکنه بهتر میشناسه این کوچه پس کوچه های جوامع اسلامی. میگه آقا ما رو یه عده عوام بیچاره و بینوا کردن، کشور اسلامی رو یه عده با تعبیر تفسیرهایی که دارن از احکام مذهبی اصلا باعث جمود شدن، باعث رکود شدن، مصلوب کردن جوامع اسلامی رو و باید یه فکر اساسی کرد، یه انقلاب کرد و به این دوران باید پایان داد. میخوام ببینم که شما به چه راه حلی رسیدید، واقعا با چه کار کرد. اینجوری که نمیشه پیشرفت که، چون دنیا داره عملا به سمت یک بنبست پیش میره، بنبستی که داشت معلومه چی بشه. وقتی آقای کریستیان اماد که امروز در رکاب داعش شمشیر میزنه با صراحت در برابر دوربین تلویزیون ظاهر میشه، عکسش هست الان در فوکوس هم چاپ کرده و به صراحت میگه قطعیت داره که ما اروپا رو میگیریم و قطعیت داره که ما چه کارهایی میخوایم بکنیم، مسیحی و مسلمان یا میان اسلام رو میپذیرن یا جزیه میدن میمونن یا اگر ما رو به رسمیت نشستن همه رو میکشیم. فکر میکنید که ما چه کار کرد؟ ببینید، من فکر میکنم که این نوع احساسات تا زمانی که با قدرت همراه نشه در حد احساسات باقی میمونه، اما به محض اینکه این صاحبان این نوع افکار بتوانند دستگاه حکومتی رو تصرف بکنند، نیروی نظامی شو داشته باشند، اسلحه داشته باشند، پول اون مملکت در اختیارشون باشه، اون وقت این سیدیه که به این آسونی ها نمیشه جلوشو گرفت. شما نگاه بکنید که اگر که همین ماجرایی که در ایران رخ داد، اگر که این افراطیون اسلامیست شیعه مذهبی در ایران به قدرت نرسیده بودند، حتی اکثر میدان جولانشون این بودش که 4 تا مثلا ترور انجام بدن. اما به محض اینکه
دست به قدرت، دستشون به قدرت رسید و به ثروت رسید، توانستن تمام منطقه رو دچار این آشوب بکنن. و در این حال چون که نماینده در واقع تفکر شیعی بودند، موجب شدند که یک واکنش سنی وسیعی رو در جامعه فراهم بکنند که حاصلش همین داعش و مسائل دیگر هستش. به نظر من مشکل غرب از اونجا شروع شد که فکر کردند که اگر که بیایند حکومت‌ها رو از دست حاکمان سکولار اما مستبد بگیرن و بدهن به دست اسلامی ها، این اسلامی ها چون وارد حکومت میشن و متوجه مسائل کشورداری میشن، رقیق میشه وضعیتشون. در نتیجه به نظر من اشتباه اولشون در ایران صورت گرفت و با قدرت تمام حکومت رو از دست، عرض کنم که سکولارهای اطراف پادشاه گرفتن، دادن دست این اسلامی ها و بلافاصله هم خودشون متوجه شدند که رو دست خوردن و این اسلامی ها آنچه که میگفتن نبودن. یعنی شما خدعه آقای خمینی رو که در نظر بگیرید، ببینید در پاریس زیر درخت سیب نشسته بود و میگفت من میخوام برم قم و من یه طلبه هستم و حکومت ایران هم یه جمهوری خواهد بود مثل این جمهوری فرانسه و همه آزادن سخنشون رو بگن و زنها در انتخاب پوشش آزادن و همه اون حرفایی که زد. اما به محض اینکه به قدرت رسید و جا سفت کرد، شروع کرد همه این حرفا رو پس گرفتن و اعلام بکنه که من خدعه کردم برای اینکه حکومت رو در دست بگیرم. تجربه ایران به نظر من تجربه گرانبهایی هست برای سایر کشورها. من فکر میکنم که اگر همین آقای السیسی که شما نام بردید و امروز خیلی از چپهای ما هم باهاش مخالفن و میگویند که این کودتا چیه و نه حکومت دموکراتیک اخوان المسلمین رو سرنگون کرده، اگر مدل ایران در مقابل اینها نبود، شاید اساسا به فکر اینکه دست به چنین کاری بزنن نمی افتادن. اما با آمدن، عرض کنم که این مسلمین مصر به قدرت رسیدن اونها و به قدرت رسیدن اخوان المسلمین بود که مردم متوجه شدن این دادی بیداد همین سرنوشت ایران منتظر اونها هم هست و در نتیجه ارتش مصر به عنوان ارتش ملی اقدام کرد و جلوی این کار رو گرفت، یا در تونس به صورت دیگری این کار انجام شد. به نظر من مسئله اول به جای اینکه در خاورمیانه و شمال افریقا بخواد حل و فصل بشه، باید در اتاقهای فکر سیاسی مغرب زمین حل و فصل بشه. شما نگاه بکنید همین ماجرای مصر رو هم، یعنی اساسا از وقتی که آقای اوباما آمد به قدرت رسید، در عرض این 6-7 ساله تمام چهره خاورمیانه عوض شده است، شمال افریقا عوض شده است و این تلاش برای اینکه اسلامی ها رو تقویت بکنند بدون توجه به نتایج وحشتناکی که این عمل داره تبدیل شده به سیاست، عرض کنم که امریکا. از یه طرف مثلا میان برای ضعیف کردن آخوندهای ایرانی مسئله تحریم ها رو مطرح میکنن که یک جنبش برمیگرده به مسئله اتمی، اما جنبه دیگرش هم اینه که میخواد اینا رو کنترل بکنن و در واقع در مهار خودشون بگیرن. اما این کار رو از طریق سیاست مماشات و اینکه با کجدار و مریض اینها رو نگه دارن و نگذارن که یک حکومت ملی سکولار دموکرات در ایران به قدرت برسه انجام میدن. بنابراین من تصورم این است که مشکل اصلی مشکلی است که در خود غرب وجود داره. غرب مشکلات خودش رو فکر کرده با این کارا میتونه بکنه، به مناطق دور دستری همطور که از کنم پرزیدنت بوش یه موقعی گفتش چیه، گفت به جای اینکه اینها بیایند در امریکا و دست به عملیات تروریستی بزنند، ما مسئله رو برگردوندیم به منطقه خودشون، اونجا خودشون هم زهر طرف که شود کشته سود امریکاست. این در واقع تز اینها بود دیگه و به نظر من این قائله به این راستانی ختم نخواهد شد. اولا ریشه های عمیق اجتماعی داره، مثل مسئله
بازمانده های استعمار، مثل مسئله مهاجرت های بی در و پیکر عرض کنم که کشورهای استعمار زده به داخل اروپا، و اینکه نمیتوانند اینها مهاجرین رو هضم بکنن و هم رنگ خودشون بکنن و در نتیجه مهاجرین در انکلیف ها یا قارهای خاص خودشون گیر میکنن و نسل دوم و سوم خودشون متوجه این میشن که اصلا سیتیزن واقعی این کشورها نیستن و به عنوان سیتیزن دوم و سوم شمرده میشن. اینا همه اسباب این حقارت است. حالا میگن که اینها همش ناشی از عرض کنم که گوهر خونریز اسلامه. من منکر این نیستم که اسلام دارای گوهر خونریزه، اما این اسلام 1400 سال بوده، همیشه هم نتونسته خونریزی کنه. الان در واقع بهانه ای شده برای اینکه همه این عقده های مختلف متکثر جمع شده در طی این 100 ساله اخیر عرض کنم که سر باز بکنه به این صورت. اما اصل کار اینه که شما وقتی که عضوی سرطانی میشه نباید به این عضو غذا برسونید، سوخت برسونید، بلکه باید این عضو رو ببرید و حذف بکنید. در حالی که سیاست مماشاتی که غرب به خصوص امریکا و به خصوص امریکای دوران آقای اوباما در پیش گرفته، سیاست مماشاتی است که اینها رو زنده نگه می‌داره. و وقتی که اینها زنده بودند، اون وقت می‌بینید که مثلا در سوریه حضور پیدا می‌کنند، در عراق پیدا می‌کنند، در نمی‌دونم لبنان همینطور، در خب داشتم نوریالا، داشتم نوریالا عزیز. خب بنابراین شما معتقدید که این غربی‌ها باید این مشکل، این بحران رو حل بکنن. امروز من یه بحثی داشتم با دوستانی که اومده بودن رو تلویزیون داشتیم هم صحبت می‌کردیم یا رادیو بود، در حرف اینا این بود که چطور در پاکستان طالبان میاد 141 بچه رو ردیف میکنه توی یک مدرسه، بچه های کم سن و سال اعدام میکنه، دنیا برآشفته نمیشه، تظاهرات چند میلیونی هم در پاریس برگزار نمیشه. جواب من این بود که آقا این اتفاق در پاکستان افتاده، این وظیفه مردم پاکستان بوده که 150 130 140 میلیون میاد تو خیابون اعتراض بکنن. خب وقتی ما توقع داریم که همه بحران ها و همه مشکلات ما رو غرب باید حل بکنه، خب نتیجه من فکر نمی کنم بهتر از این بشه، چون بالاخره به یک تضاد، به یک جنگ میرسه، به یک برخورد، به یک چالش بزرگ بین دو دنیا. به نظرم این مشکل، این بحران چون به کشورهای اسلامی تعلق داره، خود اونها باید یه فکری براش بکنن. اگر ما دائما بنشینیم پشت دریچه منتظر ورود غرب باشیم بر حل مشکلات ما رو، یعنی اگر کسی در پاکستان کشته میشه وسیله گروه های تند رو، این غربی ها باشن که وظیفه دارن تظاهرات برگزار بکنن. وقتی خانم کاظمی رو در تهران میکشن با اینکه 10 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنن، یک گرد همایی 1000 نفره ندارن، خب بخواد سرنوشت بهتر از این باشه؟ پس خود ما هستیم. اینی که من فکر میکنم این چشم داشته شما دائما به این که این غربی ها باید یک کاری بکنن، کارو سخت‌تر میکنه، دشوارتر. اصلا من چنین چشم داشتی نداشتم. شما گفتید که راه حل چیه، گفتم در مرحله اول این که اونها اقدام بکنن. اما به نظر من شما در وضع کشور خودمون که نگاه کنید، من فکر میکنم الان این خارج کشوره که این حکومت رو در اونجا نگه داشته. مردم ایران چندین بار تلاش خودشون رو کردن برای اینکه از شر این حکومت راهی پیدا کنن، اما این حکومت با دو وسیله مهم، سرکوب از یه طرف و در اختیار گرفتن رهبری حرکات مردمی از طرف دیگه، موفق شده که اونها رو برگردونه به خونه های خودشون. شما نگاه بکنید که وقتی مردم میان علیه حکومتی قیام بکنن، چطور میشه تصور کرد که رهبر این قیام عرض کنم دو نفر از کسانی است که از پایه‌گذاران اصلی این حکومت هستن. خب این یه اتفاق عجیب غریبیه و نشون میده که مردم کاملا آمادگی این رو دارند که برای سرنگون کردن عرض کنم که این حکومت یا مخالفت با روش‌های اون به خیابان بیان، اما گرفتاریشون در اینه که رهبری وجود نداره. این رهبری رو از روز اول آقای خامنه ای اعلام کرد. من یادمه همون هفته اولی که ایشون ولی فقیه شده بود
این رو در یه جمعی داشت میگفت که هیچ حکومتی تا به وجود آمدن یک آلترناتیو سرنگون نخواهد شد و سیاست ما همواره این خواهد بود که نگذاریم یک آلترناتیو غیر خودی ما در مقابل ما قد علم بکنیم. بنابراین این عمل در داخل کشور اصلا مقدور نیست که انجام بشه. به هر حال ما سرکوب جنبش سبز رو به چشم خودمون دیده ایم که با چه روش سبوانه ای این کار رو انجام میدن. اما من همیشه اعتقادم اون بوده که میلیون ها ایرانی که به لحاظ اینکه تحمل حکومت اسلامی رو نداشتن از ایران آمدن بیرون، در قبال اونهایی که در داخل ایران موندن بسیار مسئول هستن و باید عرض کنم که اگر امکان ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات در مقابل حکومت اسلامی وجود داشته باشه، این خارج کشوری ها هست که باید در این زمینه اقدام بکنه. اما متاسفانه به نظر من در تاریخ آینده ما خواهند نوشت که شاید بی‌غیرت ترین عرض کنم که مهاجران از یک کشور اسلامی سرکوبگر مهاجران ایرانی بودند. اینها یا آمدن اینجا، به خصوص که فرق مهاجران تو اینم اتهام بزرگیه واقعا، چون میان به نظرم اتهام بزرگیه. حالا بالاخره هزارها ایرانی هم بودن که واقعا کارهای بزرگی انجام داد، در تمام این سالها تلاش کردن، کوشش کردن، سعی کردن که فرهنگ ایران رو زنده نگه دارن، زبان فارسی رو، این همه رسانه، این همه روزنامه، این همه نشریه، این همه کتاب، این همه تحقیق در همه جا. ما بحث سیاسی داریم میکنیم نه بحث فرهنگی. من همیشه گفتم که موفق ترین جمع مهاجران ایرانی ها هستند به لحاظ کار فرهنگی که کردن. خب شما فکر می‌کنی کارهای فرهنگی بالاخره کارهای ریشه دار سیاسی است دیگه در تاریخ؟ خب عرض بکنم، یعنی کار اساسی تصادفاً همینه. نه ببینید، اگر که ما فکر می‌کنیم که ایرانیان خارج کشور علیه حکومت اسلامی مبارزه کرده اند، به هر حال هر مبارزه ای از سه مرحله میگذره. مرحله اولش افشا کردن فساد و تباهی این حکومته. در این زمینه ایرانیان خارج کشور بسیار موفق بودن. در مرحله دومش اینه که در مقابل ایدئولوژی حکومتی بتونن یک آلترناتیو سیاسی رو ارائه بدن که اون هم به نظر من در دموکراسی و سکولاریسم خلاصه شده و در این مورد هم که جا بندازن این گفتمان رو در جامعه ایرانی. در این مورد هم تمام سومی ایجاد تشکیلات و هدایت مبارزات. تو همینجا رو داشته باشید، بحث رو دنبال میکنیم با آقای دکتر احسانی نوریالا، مثل همیشه آموزنده جالب. من خدافظی میکنم دکتر نوریالا، خیلی سپاسگزارم. امیر درخشان ممنونم، خداحافظ.